دوستان و همراهان عزیز درود بر شما طبق روال هر پنج شنبه با پاسخ به سوالات شما همراه با شبان نیما علیزاده در خدمت شما هستیم شما میتونید از طریق واتساپ، تلگرام و اینستاگرام و همچنین وبسایت مکاشفه که مشخصات اونها در توضیحات ذکر شده با ما در ارتباط باشید. درود بر شما بردن نیمای عزیز عزیزی سوال داشتن که در مورد زمانی که عیسی مسیح با اولاغ وارد اورشلیم میشه توضیح میخواستن و براشون سوال پیش اومده که چرا با اولاغ وارد این شهر میشن خب خیلی ممنون از شما متشکر بله سوال خوبی هستش خیلی ها این سوال رو مطرح کردن به چند تا نکته اشاره میکنه این قضیه که عیسی مسیح چنین درخواستی میکنه و میرن و شاگردانش این اولاغ رو پیدا میکنن و میارن و به این شکل عیسی مسیح وارد میشه چند تا نکته فقط میخوام بگم در این مورد اینکه اولین اینکه این برای تکمیل پیشگویی بوده که در عهد عتیق شده بوده در زکریا فصل 9 آیه 9 میبینیم که اونجا پیشگویی میکنه زکریا که مسیح و اون نجات دهنده اینطور وارد میشه آیه اینطور میگه که ای دختر صهیون بسیار شادی کن و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سرده هان پادشاهت نزد تو میآید او عادل و صاحب نجات است فروتن و سوار بر اولاغ بر کر اولاغ میاید که این رو در متا فصل 21 آیه 5 هم میبینیم که اشاره به ورود خازعانه و ساده مسیح داره این ورود فروتنانه مسیح به اورشلیم برای اینکه جون خودش رو روی صلیب بده عملا اشاره به اون تکمیل این پیشگویی داره که اشاره و تایید بر مسیح بودن عیسی که خودش رو داره کوچیک میکنه، خار میکنه و به عنوان مسیح خادم و ضعیف داره وارد اورشلیم میشه. مسیحی که شاید خیلی ها توقع داشتن که همون موقع پادشاهی خودش رو اعلام کنه و پادشاهی داوود و اسرائیل رو برگردونه ولی مسیح میاد خودش رو خادم و به نوعی پست میکنه و میره و برای اینکه بخواد اون تاج پادشاهی رو بگیره قبلش خودش رو به اون تاج خار میسپاره تا روی صلیب جون خودش رو بده پس ورود عیسی مسیح به این شکل داره اشاره به مسیح بودنش میکنه در تکمیل این پیشگویی و همچنین اینکه او پادشاه بوده چون که در آیاتی که در زکریا میخونیم میگه که او عادل و صاحب نجات است و بالاترش میگه هان پادشاهت نزد تو میآید پس کسی که عادل کسی که صاحب نجاته یعنی نجات دهنده که منتظرش بودن وارد اورشلیم بشه پادشاهی قرار بوده وارد اورشلیم بشه اتفاقا توسط این اولاغ وارد می شده که حالا اولاغ خودش مسئله که جالبه بدونیم اینه که در زمان قدیم اسب نشانه پیروزی در جنگ بوده یعنی زمانی که پادشاهی جنگ رو می برده و پیروز می شده سوار بر اسب وارد اون شهر می شده ولی در مقابلش کسی که با اولاغ وارد می شده نشانه اون صلح بوده و میبینیم که عیسی مسیح برای صلح وارد میشه قبل از اینکه بخواد اون مسیح فاتح که ما در بازگشت ثانویه میبینیم باشه پس عیسی مسیح هستش پادشاهی هستش که ما میدونیم که روزی با اسب که به نشانه پیروزی هستش برمیگرده و اون پادشاهی پیروزمندانه خودش رو آشکار میکنه که در مکاشفه فصل 19 آیه 11 میبینیم ولی این ورودی که ما میبینیم با اولاغ انجام میشه جدا از اینکه برای تکمیل پیشگویی زکریا فصل نوای نو هستش میبینیم که اتفاقا داره اشاره میکنه به اون سادگی فروتنی و اون اطاعتی که مسیح داره که با اینکه پادشاه پیروزمندیه ولی اینطور آرام فروتنانه ساده و برای صلح وارد میشه پس این قسمتی که با اولاغ میشه اهمیتش در همین هستش و بیشتر از این نیستش خیلی از دوستان دیگه جورهای دیگه ممکنه تفسیر کرده باشم ولی مهمترین قسمتایی که میشه از این قسمت درس گرفت همین پیشگویی و این ورود مسیح به عنوان کسی که برای صلح اومده نه جنگ چون جنگ مسیح و اون مسیحی که قرار به عنوان فاتح برگرده روزی هستش که در آخر زمان و زمانی که مسیح در بازگشت دوباره خودش برمیگرده به روی اسب خواهد بود و اون موقع است که مسیح فاتح رو ما خواهیم دید امیدوارم که مفید بوده باشه شما میتونید از طریق واتساپ، تلگرام و اینستاگرام و همچنین وبسایت مکاشفه که مشخصات اونها در توضیحات ذکر شده با ما در ارتباط باشید